1.94 1.94 شما؟ 1.95 آره گولرا؟ آره قدشون دیگه همه بلنده دیگه. آقا حالا بچه هم زحمت میکشن در واقع روی بالمون حتما اون لحظاتی که تیم ملی موفق شد که تیم ملی کویت رو شکست بده به نمایش در میارن. چقدر لحظات زیبایی بود. اولا گزارشگر بازی نفهمید که اصلا توپتون 3 ثانیه آخر داریم میبینیم اتفاقا تصاویرش مردم عزیزم دارن پشت سرمون میبینن. این لحظه ایه که خودتون شروع کنین، از همین لحظات شروع کنین. تایم فنی است که آقای فرناندز گرفتن، بگین آره. که تو این دقایق چه اتفاقی افتاد روایت کنین کامل. دقیقاً من یادمه که تو این صحنه یه مربی تایم گرفت اومد که یه تاکتیکی رو بگه که بچه‌ها انجام بدن، ولی یهو بچه‌ها گفتن بذار ما خودمون انجامش بدیم، خودمون حرکتو میزنیم. مربی هم نمیدونم حالا چه جوری بود میخواست که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم میخواست بچه‌ها رو یه جوری راحت بذاره. آره گفت که بدین هر کار دوست دارین انجام بدین، که میگم خب شد که آخرین لحظه سجاد این شوت رو زد، اونجایی باید میرفت که رفت. یعنی دقیقاً فکر کنم یه قشنگ چند سانت این ور اون ور بود توپه گل نمیشه. الان این لحظه ای که اینجا خطا میشه اگه اشتباه نکنم درسته؟ آقای سمسون شما هم بگین چرا این چند ثانیه آخر نبودی؟ چرا تو زمین من قبل دقیقاً اینم ضربه بود دیگه. بله ضربه ای بود که مرداد قبلش دو دقیقه من قبل همین صحنه دو دقیقه شدم توی دفاع اخراج شدم و مساوی شد بازی. مساوی شد ما تو حمله بدون دروازه‌بان داشتیم کار میکردیم، یعنی پاور پلی داشتیم بازی میکردیم و خیلی صحنه ایه که واقعا انتظار 8 سالمون اینجا با همین گل دیگه به ثمر رسید. غریب بود دیگه. بله. من بگین یکم توضیح کنید. من خودم میتونم بگم از بچگی تا الان تو ورزش تو هندبال اش تو چشام جمع نشد ولی گریه کردم. میخوای الانم گریه کنیم؟ نه خلاصه ببین واقعا میگن اصلا ورزش یه چیز دیگه است. الان شما بازی تاتنهام سیتی رو تو لیگ برتر که این هفته برگزار شد، هری کین ثانیه های آخر موفق شد که گل برتری تاتنهام بزنه. شما آقای کونته رو نگاه کنید کنار زمین یه جوری خوشحال، یعنی چون هر چقدرم به ایشون پول بده، یعنی مثلا یه اس ام اس بیاد که نمیدونم انقدر رفته عمره خوشحال نشه. یعنی این حسی که در واقع ورزش به آدم میده و این چیز عجیب و غریبیه دیگه که اینجوری. شما چی شما تجربه کرده بودی این حسو؟ من یه بار تجربهشو سال 2010 بازیای المپیک آسیای گوانجو چین بود که دیدار نیمه نهایی داشتیم با ژاپن، ثانیه آخر دقیقاً 5 ثانیه مونده بود که یه گل داداش آقا سجاد آقا الله کرم زدن و که مصدوم بود برای آره مصدوم بودن آره برای این مسابقه، جاشون هم خیلی خالی بود البته تو این مسابقه. آقای الله کرم زدن و ما رفتیم فینال، برای اولین بار بود که داشتیم میرفتیم فینال. اونجا تجربه کرده بودم ولی چون اون بازی‌های المپیک آسیایی و انتخابی جهانی نبود، اینجا سهمیه جهانی رو با همین برد به دست آوردیم، لذتش دوچندان. عجیب غریب بود واقعا، عجیب غریب بود. و یه چیزم بگم، حالا امیدوارم که به هر حال مسئولان هم به این مسئله بیشتر توجه کنن. یه جوری همزمان بود صعود تیم ملی فوتبالمون به جام جهانی با صعودی که بچهای هندبال داشتن و حالا تو طول سال می‌بینیم که بچه‌ها خیلی کمتر متوجه هستن. من دیدم مثلا پاداشی که برای تیم ملی در نظر گرفتن فوتبال نیمکت نشینا 500 میلیون تومان بود و بازیکنایی که اصلی بودن 600 میلیون تومان پاداش گرفتن. به شما هم پاداشی تعلق گرفت؟ یعنی ما پاداشی که دریافت کردیم از خود فدراسیون بوده و جا داره اینجا تشکر کنیم واقعا از زحمات رئیس فدراسیون که واقعا تو این مدت خیلی حمایت کردن از همون آقای دکتر پاکدل. بله خیلی حمایت کردن و ما حالا یه کوچولو اشاره کنم که ما با یه شرایط خیلی سختی هم اعزام شدیم. ما موقع اعزام 5 تا از بازیکنای خوبمون درگیر کرونا شدن و آره بامون نیومدن، یعنی ما با 13 تا بازیکن عملا رفتیم و هی کم بعدن اضافی شدن. بله که تستاشون منفی شد اضافی شدن و یه شرایط واقعا سختی داشتیم ولی خدا رو شکر با کسب سهمیه آره خیلی دیگه، یعنی تهش خیلی آره شیرین تموم شد. شما نظرتون چی هست در مورد صحبتایی که من کردم؟ والا نمیگم خوش وزارت ورزش حداقل به بچهای هندبال هم یه پاداشی میدادن دیگه، سود خیلی شیرین بود. من میگم ای کاش که تو ورزش خیلی تفاوت نباشه بین رشته‌های ورزشی. البته بگم فوتبال تو همه جای جهان آره درسته، ولی خب زیاده. ما تو کشورهایی هم داریم که هندبال جزء اولی حتی اولین رشته توپیشونه ورزشیشونه. میگم خب حالا ما
همینجا جدرهای پایدل های سمسام هم گفتم پایدل تشکر کنیم. خدایی مدت هر چی که داشتن، هر چی که در توان فدراسیون بوده برای بازیکن‌ها گذاشتن. حالا کاری که به کم و کیفش نداریم، ولی خب هر چیزی که تونستن گذاشتن که این تیم سهمیه رو بگیره، که خدا رو شکر نتیجه‌ش هم دیدیم و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه، ما بتونیم که مسابقات جام جهانی ان شاء الله بتونیم، اول که المپیک آسیایی، بازی آسیایی داریم، آنجو چینه، بعد بازی جام جهانی، بتونیم که این روند رو ادامه بدیم و سالهای سال این مقام‌ها رو کسب کنیم، سهمیه‌ها رو بگیریم که هندبالمون دوباره برگرده به روزای خوب و طلاییش. گفتین چقدر پاداش گرفتین؟ یا نگفتین؟ میخواید اگه دوست دارین رقم رو بگین؟ ما رقمی که حالا خود فدراسیون داد 55 میلیون بوده. چهار تا یکی کنید یا پراید میتونه کنید؟ آره دیگه پراید یه شده. و آقای فرناندز جدا شد از تیم ملی؟ والا تقریبا آره دیگه. حالا اون خبر قهر جدا شد؟ نه نه، اتفاقا ما بازی آخرمون که تموم شد اومدن خیلی با روحیه خوبم، شرایطشون یه ذره سخت بود برای ادامه همکاری، برای ایران برگشتن و خودشون گفتن من دوست دارم باهاتون کار کنم و دوست ندارم برم، ولی خب یه شرایطی هستش که چون قراردادم تموم میشه احتمال داره نتونم بیام ادامه همکاری بدم و خیلی صحنه ناراحت کننده بود واقعا. احساسی بود؟ آره واقعا خیلی احساسی بود و تو این 6 ماه واقعا به عنوان یه لیدر خوب تیمو حمایت میکرد که همه بچه ها با جون و دل تمام برایش بازی میکردن و امیدوارم حالا دنبال گزینه خارجی دیگه هم هستن، امیدوارم که یه مربی خارجی تاپ بیارن و اگه قرار خارجی بیاد تاپ بیاد دیگه، وگرنه ما ظرفیت داخلی میتونیم از پتانسیلی که حالا ظرفیت داخلی مربیامون دارن برحال استفاده کنیم دیگه. و این حالا ناگفته نمانه ولی کارهایی که آقای مانوئل کردن تو این 6 ماه که با ما بودن واقعا در حد یه مربی تاپ بود به نظر من و خیلی راضی کننده و نتیجه هم داد دیگه. ما بعد 8 سال تونستیم سهمیه جهانی رو بگیریم، خودش کار بزرگی بود. علی جان چون یکم احساسیه موقع که آقای فرناندز گفتش من نه آخه بغض نکه گریه اینا نبود. نه نه آخه میگم خب حالا خیلی مربی دلسوزی بود، یعنی من میگم یه جوری عین پدر بود برای بازیکن‌ها، اینجوری بچه‌ها رو دوست داشت و کنار ارتباط برقرار کرد. شما هم دلی بازی می‌کردین؟ آره من میگم حتی بالا سوال کنین و بپرسین بچه‌هایی هم که کنار تیم ملی نبودن، یعنی از اردو اول اومده بودن و های خط خورده بودن، هنوز با اونا در ارتباط بود که آقا مثلا آمادگیتون رو داشته باشین، هر لحظه امکانش هست که بیاین. میگم خب ارتباط خیلی خوبی با بازیکن ایرانی برقرار کرده بود. ما ایرانی هم که دیگه میدونین دیگه احساسی و علا کم کم دیگه. ببین من دارم نه نه عشقی خلاصه گوشه چشم دونم، ولی خب دلم براش تنگ شده دیگه. مربی خوب بود، ورزش حرفه‌ای هم چیزا رو داره دیگه، یه روز یکی میاد یه روز یکی میره، ولی خب آره دیگه این رفت و آمده خلاصه همیشه هست. و سوال آخرم هم که دوست دارم هر دو پاسخ بدین در مورد جام جهانی که ما مسابقات جهانی که قرار هست بریم، البته گفتی قبلش بازی هانجو واسه کلا ما چطور آماده شیم برای این مسابقات، قبلش که بازی دوستانه زیاد داشتیم نداشتیم، چجوری ما چجوری باید تدارک ببینیم که در این دو تورنمنت بسیار مهمی که در پیش داریم بتونیم موفق باشیم. ما آقا مرداد بگه منم هر جاش ما تا برج دو لیگمون طول میکشه دیگه برتر و برنامه فدراسیون هم اونجوری که رئیس فدراسیون هم تو مصاحبهشون گفته بودن احتمالاً از برج دو اردوها شروع میشه، چون برج 6 بازی آسیاییه و برج 10 هم که بازی های جام جهانی و حس میکنم تدارک خوبی ببینم برای این بازی ها و یعنی نیازه که بازی دوستانه و تدارکاتی زیادی داشته باشیم. انشالله امیدوارم با ورود یه مربی خارجی خوب و تدارکات کافی بتونیم حداقل اول تو بازی های آسیایی نتیجه خوب بگیریم و با روحیه بالاتر قدم بذاریم برای دومین بار به بازی های جام جهانی. شما نکته ای هست سریعاً؟ من میگم تا اینجا اومدیم انشالله که با برنامه های فدراسیون یه گام بریم بالاتر، یعنی دوباره بر نگردیم به عقب، نشه مثلا 7-8 سال پیش که این اتفاق تو هندبالمون افتاد
حالا که مانولو رفته بریم یه مربی تاپ لول تر، یعنی هر جوری که فدراسیون میدونه فکر میکنه شاید مثل والیبال یکی رو بیاره که بازم بیشتر کمک کنه به هندبالمون، به بازیکن ایرانی. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. فقط